من وقتایی که خیلی ناراحت بودم و شاید انگیزم پایین می اومد یه کاری می کردم، اونم این بود که می رفتم جلوی آینه و یه سری حرفا رو با خودم تمرین می کردم. و شاید عجیب باشه براتون که اون حرفا دقیقا حرفایی هستن که من توی ویدیو اول یوتیوبم گفتم درباره شروع کنکور از دی یا بهمن. سلام، من سونیام، 18 سالمه و دانشجوی سال اول پزشکیم. خیلی خوش اومدیم به چنل من. موضوع این ویدیو خیلی ساده است. میخوام درباره قانون جذب و کمکی که بهم کرده برای رسیدن به موفقیت هام توی زندگی و به خصوص توی کنکور صحبت کنم. اول از همه میخواستم به این نکته اشاره کنم. توی دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم خیلی عقاید و باورهای متفاوتی وجود داره. و من کاملا پذیرای این قضیه هستم که ممکنه باور من با باور شما کاملا فرق داشته باشه، ممکنه اعتقاداتمون کاملا متفاوت باشه، اما چقدر خوب میشه که ما با یه ذهنیت باز، با یه ذهن باز به چیزایی که پیش رومونه، به حرفایی که میشنویم گوش بدیم. اگه روی این ویدیو کلیک کردی، حالا عقیدت هر چیزی که هست میتونی حداقلش تا آخر این ویدیو با یه ذهن باز به حرفای من گوش بدی. شاید نکاتی داشته باشی که بتونی یه چیزی ازش یاد بگیری و شاید بتونی یه تغییر مثبتی توی زندگیت ایجاد کنی. ولی اگه هم چیزی به اضافه نکرد و هنوز به باورهای خودت اعتقاد داری، هیچ مشکلی نیست و میتونی با اونا زندگیتو سر کنی. همین. من به عنوان کسی که این پلتفرمو دارم، یه سری تجربیاتی توی زندگیم دارم که بر اساس باورها و عقاید خودمه و حق خودم میدونم که بیام اونا رو بیان کنم. و شما کاملا آزادی که آیا این حرفها رو قبول کنی و توی زندگی استفاده کنی یا نه. سال قبل وقتی من شروع کردم به خوندن برای کنکور و درس خوندن بعد از مدت‌های طولانی، شرایطم اصلا خوب نبود. یعنی بدترین چیزی بود که من داشتم می‌دیدم و هیچ وقت اینقدر شرایط درسی بد نبود. خیلی دیر شروع کرده بودم و تقریبا همه افراد دور و برم از من جلوتر بودن. اونجا یک زمانی رسید که تصمیم گرفتم واقعا خودم رو جمع و جور کنم و از هر چیزی که میدونم استفاده کنم برای رسیدن به هدفم، چون واقعا برام ارزشمند بود و میدونستم که اگه براش یه کاری نکنم پشیمون میشم. یه ویدیو دارم درباره شروع کنکور از دی یا بهمن که اونجا دقیقا توضیح دادم که حالا چه اتفاقاتی افتاد و چی شد که من از اون موقع شروع کردم خیلی جدی واسه کنکور بخونم. توی اون نقطه از زندگیم اولین کاری که کردم این بود که یه برنامه ریزی درست و حسابی برای آیندم داشته باشم. یعنی ببینم واقعا توی چند ماه آینده چه کارایی رو میتونم انجام بدم و واقعا از هیچ تلاشی دریغ نکردم. خیلی برنامه ریزی دقیق داشتم و بهش پایبند بودم. من حتی 15-16 ساعتم درس میخوندم. در این حد برام مهم بود و براش تلاش میکردم. یه لحظه اینجا صبر کنیم. شاید بگین که خب طبیعیه وقتی تو اینقدر درس بخونی، خب به اون هدف که حالا قبول شدن توی دانشگاه میرسی دیگه و خب این سیر طبیعیشه، لازم نبوده کار دیگه ای بکنی. اما چیزی که هست، هر ساله افراد خیلی زیادی هستن که دارن تلاش میکنن و آیا همشون میرسن به چیزی که میخوان؟ افرادی هستن که شاید سالها و سالها دارن میخونن، دارن تلاش میکنن، دارن برنامه ریزی میکنن و بهش شاید پایبندن باشن، اما به اون نتیجه نهایی که میخوان نمیرسن. پس باید یه عامل دیگه‌ای هم وجود داشته باشه. من برنامه ریزی دقیق داشتم و داشتم درسمو میخوندم به خاطر اینکه میدونستم قرار نیست هیچ چیزی بیان همینطوری دو دستی به من تحویلش بدن. خب اما در کنارش میخواستم از تجربیاتی که سالها داشتم استفاده کنم درباره اینکه وقتی میخوام یک چیزی رو توی زندگیم داشته باشم چطوری میتونم اونو به زندگیم جذب کنم. قانون جذب توی ساده ترین حالتش اینه که شما یک چیزی رو بخواین، اون حس و حال داشتن اون چیز رو در خودتون ایجاد کنین و نسبت بهش مثبت فکر کنین، در کنارشون کارهایی که لازمه رو انجام بدین و مطمئن باشین که به اون چیز میرسین به همین راحتی. حالا
یه کار دیگه ای که من باید میکردم در کنار اون درس خوندنه این بود که از اون حال و هوای منفی خودم رو نجات بدم، چون میدونستم، مطمئن بودم اگه من توی اون حال و هوا باشم هر چقدرم درس بخونم پیشرفتی که میخوام رو نمیبینم. چی کار کردم؟ به خودم اجازه نمیدادم که هیچ حرف منفی درباره وضعیت درسیم به زبون بیارم. هیچی. یعنی از یه جایی به بعد با خودم قرار گذاشتم که سونیا دیگه حق نداری بگی که من خوب نیستم، من کنکور قبول نمیشم، من از بقیه عقبم، من بهش نمیرسم، حق نداری اینا رو به زبون بیاری، حق نداری اینطوری غر بزنی. و همینطور توی ذهنم داشتم سناریوهای مثبت رو مرور میکردم، داشتم به خودم به جای اون حرفای منفی میگفتم که من میتونم، من موفق میشم، چون چرا که نه، همیشه موفق شدم، اینم چیزی نیست. باشه دیر شروع کردم، مشکلی ندارم، من همیشه دیر شروع میکنم ولی نتیجه خیلی خوب میگیرم، اینم هیچ چیز استثنایی نیست، من همیشه تونستم، الانم میتونم، مطمئنم که لیاقتشو دارم و واقعاًم تونستم و از همه اون چیزایی که فکر میکردم الان 10 برابرشو دارم. یعنی اون موفقیتی که اون موقع توی ذهنم بود 10 برابر شد و به هم برگشت. در واقع من برای این که حال خوبی داشته باشم باید شرایط فعلیمو نادیده میگرفتم، چون شرایط فعلیم خیلی بد بود، ترازام افتضاح بود، نمره هام خیلی پایین بود و همه هی به این میگفتن که شانس خیلی کمی دارم. پس من باید نادیده میگرفتمش، وگرنه این چیزها رو خودم هم باور میکردم. خودم هم باور میکردم که نمیتونم موفق شم و کسی که باور میکنه نمیتونه موفق شه انتظار داریم چه نتیجه بگیره؟ پس من اونجا سعی کردم تمام این چیزای بد رو نادیده بگیرم، کاملا ایگنورش کنم. خب یعنی چی؟ یعنی حتی اگه افراد دیگه حرف منفی میزدن کاملا نادیده میگرفتم، هیچ انرژی بهش نمیدادم، اصلا انرژی صرف نمیکردم سر این که باهاشون بحث کنم که آقا نه من میتونم، نمیتونم فلان، کاملا نادیده میگرفتم و اهمیت نمیدادم بهش. سعی میکردم فقط ذهنیت خودم رو مثبت نگه دارم تا جایی که میتونم. بالاخره منم آدم بودم و روزهایی رو داشتم که غمگین میشدم، به خودم شک داشتم، ولی اجازه نمیدادم اون روزا طولانی بشه و ادامه پیدا کنه، اجازه نمیدادم اون افکار به من غالب بشه. انقدر که نادیده میگرفتمشون و به جاشون با قطعیت میگفتم من میتونم و من موفق میشم که اون حرفا، اون شک داشتنا انگار شد بک‌گراند نویز من، یعنی چیزی شد که اصلا ته ذهن من بود، یه صداهای خیلی آروم، خیلی خیلی آروم، چون من هیچ وقت نمیتونستم قطعش کنم، یه آدمم منم، نمیتونستم کامل قطعش کنم، اما اون صداها انقدر آروم شده بود که شاید اصلا شنیده نمیشد و همش توی سرم این بود که من میتونم و باید بتونم. من وقتی که خیلی ناراحت بودم و شاید انگیزم پایین میومد یه کاری میکردم، اونم این بود که میرفتم جلوی آینه و یه سری حرفا رو با خودم تمرین میکردم و شاید عجیب باشه براتون که اون حرفا دقیقا حرفایی هستن که من توی ویدیوی اول یوتیوبم گفتم درباره شروع کنکور از دی یا بهمن. دقیقا اون حرفا رو من داشتم با خودم چندین ماه قبل اینکه قبول شم، 1 سال قبل اینکه اون ویدیو رو بذارم تمرین میکردم، داشتم با خودم میگفتم که آره من توی شرایطی بودم که شاید 1% موفقیتم وجود داشت، اما موندم پای همون 1% و برای همون تلاش کردم. میدونین من چقدر اون حرفا رو تکرار کردم و 1 سال بعدش داشتم اون حرفایی که واقعا دیگه به واقعیت تبدیل شده بود رو جلوی یه دوربین تعریف میکردم و توی اینترنت به اشتراک میذاشتم با دیگران. یه کار دیگه ای که من انجام میدادم، وقتی کسایی رو میدیدم چیزایی رو دارن، موفقیتایی رو دارن که من میخوام بهشون برسم، از ته دلم واسه شون خوشحال میشدم، از ته دلم ذوق میکردم. میدیدم یه دوستم
ترازش رسیده به اون چیزی که من میخوام، براش از خوشحالی بغض میکردم در این حد. به خاطر اینکه شما هر چقدر انرژی خوبی بدین به این مسائل، خودتونم بهش، به اون جایگاه و اون موفقیت ها نزدیکتر میشین و اصلا موفقیت ها میاد توی زندگی شما. من اینطوری بهش فکر میکنم، مثل یه بازی. هنوزم که هنوز این کارو میکنم. مثلا یه هدفی توی ذهنم دارم و هر چقدر ببینم که افراد دیگه دورو بر من دارم به اون هدف میرسم و برشون اتفاق میفته، خیلی خیلی خوشحال میشم و اینو یه نشونه در نظر میگیرم که خب این یعنی من به اون چیز خیلی نزدیکم، این یعنی همین روزا توی زندگی من اتفاق میفته و اینا همه یه نشونه است که من نباید تسلیم بشم، چون برای منم داره اتفاق میفته به همین راحتی و دیگه لازم نیست با این احساسات منفی حسودی. واقعا یعنی خیلی از شماها الان انقدر درگیر رقابتین، انقدر درگیر اینین که به فلانی حسودی کنین، فلانی مگه چی داره، فلانی اصلا این حرفایی که بچه ها میزنن، طرف اصلا هوش نداره، فقط خرخونه، زیاد میخونه. چرا باید درباره فلانی، اصلا هر کی که هست دوستته، اصلا دوستت هم نیست، هم کلاسیته، چرا باید همچی حرفی بزنی؟ تونسته به یه موفقیتی برسه، آفرین بهش، ای و دمش گرم، پس منم میتونم. همین. اینم خیلی خوبه که یه سری چیزها رو بنویسین، مکتوبش کنین، خیلی کمک میکنه بهتون. یکی از اون چیزها اینه که شما اهدافی که دارین، چیزایی که میخواین مثلا توی یک سال بعد داشته باشینش رو روی کاغذ بنویسین، طوری که انگار همین الان اونا رو دارین. من فلان دانشگاه درس میخونم، من فلان موفقیت رو الان توی زندگیم دارم، من فلان جا هم، من اینجا هم، با این افراد هستم، فلان. همه اینا رو بنویسین و اصلا مهم نیست اگه اولش به نظرتون یه ذره عجیب غریب به نظر میاد یا هر حس دیگه بهش دارین، فقط بنویسینش و سعی کنین که تا میتونین بهش فکر کنین توی روزای آینده. این یه طورای ناخودآگاه برای شما توی ذهنتون یک سری اهدافی رو مشخص میکنه که اصلا به سمت اونا قدم بردارین. یه چیز دیگه هم که من هر روز مینوشتم، اون موقعی که هنوز تو حس و حال خوبی نبودم و میدونستم که باید مودم رو یکم بهتر کنم، هر روز صبح بیدار میشدم قبل اینکه درسم رو شروع کنم، یه 5 دقیقه میشستم، یه کاغذ میگرفتم با یه مداد، هر چیز خوبی که توی زندگیم داشتم در حال حاضر و ازش خوشحال بودم رو مینوشتم. خب و یک طورایی شکرگزار بودم به خاطرش، مینوشتم ممنونم که من توی فلان مدرسه‌ام، ممنونم که ساپورت خانواده‌ام رو دارم، ممنونم که 5% اصلا پیشرفت داشتم توی فلان درس. همه اینا رو مینوشتم. من یه جمله شنیدم چند وقت پیش، این بود که اگه فردا توی زندگیت فقط چیزایی رو داشته باشی که براشون شکرگزار بودی، اون چیزا چی هن؟ خیلی به نظرم جمله تاثیرگذاری بود. این که یعنی به این فکر کنین که هر چیزی که الان برای شکرگزار باشین، همینطور بیشتر و بیشتر خواهد شد توی زندگیتون. اگه میخواین موفقیت داشته باشین، میخواین سلامتی داشته باشین، هرچی، هر چقدر از اون مقداری که الان دارین شکرگزار باشین، بیشتر خواهد شد در آینده. من تقریبا هر چیزی که انجام دادم و بلد بودم و بهتون گفتم. خیلی دنیای گسترده‌ای داره، اگه میخواین دربارش تحقیق کنین، خیلی کتابای خوبی وجود داره. مثلا کتاب راز که خب خیلی بیسیک ها رو داره میگه و به نظرم کتاب خوبیه برای کسی که آشنایی کمی با این موضوعات داره. کتاب 4 اثر اسکاولچین عالیه. من هنوزم نمیدونم 20 بار شد فکر کنم این کتابو میخونم، ولی خیلی خوبه، میتونین بخونینش. لطفا اینو توی ذهنتون داشته باشین که زدن این حرفا به من هیچ سودی نمیرسونه. این که شما این چیزها رو باور کنین یا نه، به من سونیا در حال حاضر هیچ سودی نمیرسونه. من نه منیفستینگ کوچ هستم، نه دوره دارم بخوام به شما بفروشم. من اصلا کل حوزه کاریم یه چیز دیگه است، اما دارم اینا رو بیان میکنم چون تجربیات همه و شاید بتونه یه تغییر مثبتی توی زندگی شما ایجاد کنه و این خیلی منو خوشحال میکنه. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو همراهم بودین.
مطمئنم این چیزا بهتون کمک میکنه. اگه به این حرفا عمل کنیم مطمئنم، شک ندارم که توی زندگیتون یه تغییر مثبت ایجاد میکنه. و اگه قبلا از این چیزا استفاده میکردین و به یه سری موفقیت ها و یه سری نتایجی رسیدین، توی کامنت ها حتما بنویسینشون. چه موفقیت کوچیک بوده چه بزرگ بوده، هر دستاوردی که داشتین توی کامنت ها بنویسین. این خیلی کمک میکنه به کسایی که تازه با این موضوع آشنا شدن و شاید باور کافی و نسبت بهش نداشته باشن. بازم مرسی و تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.